رفتیم اینجوری اوکی شدیم. میگن که اگه بچه دارشی چی بهش یاد میدی؟ اگه بچه دارشم اول از همه بهش اعتماد به نفس رو یاد میدم که خودشو کامل بدونه، تو هر شرایطی با هر قیافه‌ای با هر استایلی که بود اعتماد به نفس داشته باشه و بدونه که کامله. یعنی من خودم شخصا دوست ندارم که مثلا از کسی کپی کنم، الگو دارم واسه خیلی چیزا، ولی اینجوری نیست زندگیم که بگم من دوست دارم همه چی مثل فلانی باشه. اول از همه اینو بهش یاد میدم. کایلی جنر. بعد اعتماد به نفسو بهش یاد میدم، بهش یاد میدم واسه چیزی که میخواد بجنگه واقعا و کم نیاره، حرف کسی واسهش مهم نباشه و مثل خالش نوازنده و خواننده خفن شه. گفتی انا الگود کایلی جنره، چرا الگود کایلی جنره؟ یه ذره راجبش توضیح بده برام. من دوست دارم توی پولدار بودن راستیتش، توی اینکه حرف کسی واسهش مهم نیست و توی موفق بودن مثل کایلی بشم. چون ببینید همه میدونن خب کایلی از خانواده کارداشیانه و یه خانواده خیلی معروفی داره و میتونست از طریق اونا بیاد بالا، ولی کایلی واسه خودش یه برند لوازم آرایشی جدا زد و خودش معروف شد. یعنی الان به جای رسیده که کسی به عنوان خواهر مثلا کیم کارداشیان نمیشناسدش و خیلی موفق شد و الان جوانترین پولدار به محسوب میشه. و این که میگم حرف کسی واسهش مهم نیست، نمیدونم میدونن یا نه، ولی کایلی موقعی که بچهش به دنیا اومد تهدیدش کرده بودن، بچهش رو تهدید کرده بودن و اصلا واسهش مهم نبود. یا مثلا دورانی که حامله شده بود اعلام نکرده بود تیجه تا موقعی که بچهش به دنیا اومد و هر چقدر هم داستان واسهش درست کردن تو این تایم اصلا جواب نداد به حرفای مردم. درسته. تنها زندگی میکنی یا با خانواده؟ با خانواده. تنها زندگی میکردم ولی خونم رو پس دادم، گفتم شرایطم چجوری بود، خونم پس دادم و الان چه خانواده. الان میخوای یکم از خانوادت برامون بگی؟ پدر من یه آدم مذهبیه، برخلاف چیزی که فکر میکنی خانواده پدرم کاملا مذهبیان، ولی خب خانواده مادرم اوکی ترم و خانواده مادرم و مادرم خیلی هوای منو دارن. خاله ها، مادر بزرگم، دایی کوچیکم خیلی هوامو دارن و هر اتفاقی که توی این مدت افتاد، هر اشتباهی هم که کردم که درستش همینه، همون چیزی که گفتم عشق مادر به فرزند، مامان من پشت منو خالی نکرد و همه جوره حمایتم کرد. خب میگن که حرف فامیل برات مهمه؟ راستیتش نه، واقعا حرف فامیل واسه مهم نیست، به خاطر اینکه انقدر مادرم یه تن حمایتم کرده که کلا حرف کسی واسه مهم نیست و واقعا خانواده مادریم خیلی پشت من هستن و به هم یاد دادن که خودم باشم و واسه چیزی که میخوام بجنگم و به حرف کسی توجه نکنم. چجوری با اونی که عاشقش بودی آشنا شدی؟ اول بار من بهش دایرکت دادم، نمیتونم بگم راجع به چی، بعد جوابمو داد، بعد یه سری تو دایرکت با هم حرف زدیم و بعد چند وقت دیدم یکی واسه هم فیک پیج زد و فالوش کرده. بعد گفتم خب اگه میخوای کسی رو فالو کنی خودم رو فالو کن. بعد گفت ای مگه فیک بود و فلان و اینا. بعد دیگه رفتیم تو تلگرام با هم صحبت کردیم، بعد یه مدت یعنی چند ماه با هم فقط چت میکردیم. یه شب من حالم بد بود توی چنلم وایس گذاشته بودم داشتم گریه میکردم، به هم پی ام داد گفتش که میخوای بیام دنبال تو اینا. گفتم که نه فلان و اینا، که خلاصه اوکی شد و 5:05 صبح اومد دنبالم. آها این 5:05 از داستانش. آره. خب بچه ها میخوان راجع به چاقی بدنت بدونن. خیلی داستان داره، چندین هفته است من درگیرشم. من نمیدونم یهو کلا سیستم بدنم فرق کرد و اشتهام زیاد شد. اصلا خیلی غذا میخورم و 10 کیلو تقریبا چاق شدم.
نه 8 کیلو، 8 کیلو تقریبا چاق شدم و اون کسایی که خب 2 سال پیش رو این عکس منو دیده باشن کاملا متوجه میشن که این چاقی فقط واسه صورتم نیست و کلا همه جام چاق شده. و واسه اونایی که میگن ژل زدی، من قبقب دارم، قبقب دیگه ژل نمیزنم. آره، ولی دیگه مردم هرچی بگن دیگه نمیتونی باشون بجنگی. آره دیگه، دقیقاً همینه. میگن که تا حالا چند بار عاشق شدی؟ قشنگ بود. اینو بهتون بگم که ببینین، مثلا شما وقتی 16 17 سالگی از یکی خوشت میاد، خب معیارات فرق میکنه و وقتی از یکی خوشت میاد تو اون سن احساس میکنی که وای دیگه همه چی تموم شد و این آدم اگه نباشه تو میمیری و دیگه عاشق شدی. ولی نه، عشق نیست. شاید منم مثل همه کسایی که سن 18 سالگی حس میکنن که عاشق شدن، من فکر میکنم که عاشق شدم. و من عشق رو 19 سالم بود تجربه کردم، 19 20 سالم بود، همین یه بار عاشق شدم که، ولی الان همونم فراموش کردم. خودتو به یه میوه و یه حیوان تشبیه کن. میوه گوجه سبز. گوجه سبز. خب یه حیوان. حیوانم من همیشه میگم من تو زندگی قبلیم کایلا بودم. آخه. همین که خب خیلی سگ دوست دارم، همین که اخلاقمون خیلی شبیه هم. آخه. نظرت راجع به ربکا قادری؟ ربکا قادری، من و ربکا از 16 سالگی با هم دوستیم. اون موقع خب خیلی سمی بودیم، اون موقع اصلا تو اینستاگرام هم نبودیم و به نظر من خیلی موفق شده، یه کالکشن واسه خودش را انداخته، الان هم که داره اون بر زندگیشو میکنه و توی بلاگر واقعا یه آدم خفنیه. صدف بیوتی؟ صدف بیوتی خیلی خفنه. به نظر من آرزوی هر دختریه که صدف بیوتی باشه، چون هم انرژیش مثبته، هم تنها کسیه که کلی استوری میذاره، ولی من با ذوق همشو میبینم و واقعا موفقه. اصلا به نظر بامزه ترین آدم اینستاگرام کیه؟ میلاد خواه. خیلی بامزه واقعا. همه استوریاشو دنبال میکنه. خوشگل ترین آدم اینستاگرام توی خب کسایی که خودم میشناسم، قیافه ستاره سعیدی و سیما رو خیلی دوست دارم. میگه که مثلا اینستاگرام که همین باز میکنی تو گوشیت، همین اولش که باز میکنی، اول میری پیج کیو چک میکنی؟ خب پیج کسایی که دوستام هم بیشتر چک میکنم. پیج تو رو چک میکنم، پیج آنیتا رو چک میکنم. پول چقدر برای تو زندگی مهمه؟ چرا دروغ بگم؟ خیلی، چون تو نقطه هستیم که با پول میشه همه چی داشت. مهمتر از عشق و آرامش واسم نیست، ولی خب خیلی واسم مهمه. ماشین مورد علاقت چیه؟ مینی ماینه. مینی ماینه. خب بچه ها، تمام سوالایی که تونستم و نوشتم و پرسیدم از ملیکا، حالا یه لایف میذاریم که اگر سوالی مونده باشه تو لایف بپرسید. بله. چه حسی داری که کنسرت آنیتا نرفتی؟ تا الان داشتم گریه میکردم واقعا. خیلی خب حس بدیه که اولین اجرای خواهرم نیستم. نمیدونم این مشکل از کجا در اومد دیگه. خیلی